تو که جون منی، عمر منی، کبیرم و انگار که بارون منی. تو درون دل دیوونمی، مرهم و آرامش این روح و تنی. هر چه هستی تو تموم عشقی، دیده ی گریون منی. خوش نشستی توی قلبم، توی که هر هم و درون منی. تو که جون منی، عمر منی، کبیرم و انگار که بارون منی. طبیبی واسه بیمار، توی مهتاب شب من، مهتاب از قشنگی تو شده شب سار. با نگاه مثل ماهت قصه های جون پناهت، دلم از من گرفتی، نمیدونی چه قشنگ بود اشتباه. تو که جون منی، عمر منی، کبیرم و انگار که بارون منی. درمون دل دیوونمی، مرهم و آرامش این روح و تنی. تو که جون منی، عمر منی، کبیرم و انگار که با درمون دل دیوونم، ارحم و
برخیز ناگه ها وی رحمت بی منتها ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها در بیشه اندیشه ها شراب شعرهای من تو ای گل خیال من
Thank you.
حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست، حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست، سر عقل آمده هر بنده که دیوانه تو. دل من اگر کز عشق نصیبی دارد، حضرت عشق به من لطف عجیبی دارد. بگذارید بگذارید که بیمار بماند این دل، با تب عشق دلم حال غریبی دارد، با تب عشق دلم حال غریبی دارد. شبد حاصل من تا نفس هست، تو ای عشق بمان در دل من، تا نفس هست تو ای عشق بمان در دل من. شبد حاصل من تا نفس هست، تو ای عشق بمان در دل من، تا نفس هست تو ای عشق بمان در دل من. حضرت محترم، خیلی خوش اومدید به این جلسه و همینطور بینندگان عزیز که از جاهای دیگر این برنامه رو میبینن. هدف ما همونطوری که در قبل خدمتون عرض شد، مطالعه شعر و عرفان فارسی هست. شعر و عرفانی که واقعا در همونطور که شما میدونید در دنیا بی نظیر و بی مثیل هست. بنده از طرف جمع به بینندگان عزیز خیلی خوش آمد میگم که اومدن به این برنامه رو میبینن. اسم من فریبرز صبحانی، در حضور دوستان هستم، تنی چند در اینجا. انشالله ما این سعادت رو داشته باشیم در جلسات بعد همه رو یکی یکی معرفی بکنیم. این برنامه توسط جناب مظفری از طریق kavirtv.com پخش میشه. اگر دوستان نظراتی دارند یا سوالاتی دارند یا پیشنهاداتی دارند، لطفاً از اون طریق تماس بگیرند. در جلسات گذشته همونطور که دوستان تشریف داشتن و شاهد بودن و همونطور که قبلاً عرض شد، ما هدفمون این هست که هفت وادی یا رساله هفت وادی رو مطالعه بکنیم. و چون مسئله هفت وادی در کتاب عطار، در اون کتاب معروف منطقه طیر ذکر شده، بنابراین ما با اجازه دوستان تصمیم گرفتیم که یک مقداری
از هفت وادی عطار در واقع مطالعه کنیم، یه آشنایی هایی داشته باشیم و بعد بپردازیم به رساله هفت وادی. و باز تصمیم بر این شد که وقتی ما کتاب منطق الطیر را مطالعه میکنیم، بد نیست که به بعضی از داستانهای این کتاب هم یه توجهی بکنیم و به طور خیلی سطحی ازش رد بشیم. و دومین داستان، شاید بتونیم بگیم یا سومین داستان بزرگی که در این کتاب ذکر شده، داستان شیخ سنان یا سمعان هست که ما تصمیم گرفتیم هر دفعه حدود دو صفحه از این داستان رو بخونیم که کافی است، هم برای یک تغییر ذائقه‌ای باشد و همین که یه شروعی باشد برای معرفی آثار عطار که بیشتر با سبک عطار و کلماتش و آثارش و نتیجه گیری های او آشنا بشیم. در واقع میتونیم بگیم در جلسات گذشته ما راجع به شیخ سنان مطالبی رو خوندیم که این شیخ بزرگی بود با 400 مرید و 50 بار رفته بود کعبه را زیارت کرده بود و در آخرین بار خوابی دید مبنا بر این که رفته در ایالت، در مملکت روم که مثلا مسیحی هستند اینها، و در اونجا یک بتی را سجده میکنه و خیلی تعجب کرد که چطور میشه یه همچین شیخی باید بره یه بتی را سجده کنه. وقتی از خواب بلند شد تصمیم گرفت که بره به روم و ببینه که تعبیر این خواب چی هست. با یه مقداری از پیروان خودش یا شاگردان خودش با هم رفتن به روم و در حینی که اونجاها رو میدیدن بعد دختری رو دید و بعد نمیدونم عاشق اون دختری شد، ولی هنوز اون دختر نمیدونست که شیخ عاشق اون شده. بعد یه سری مطالب رو خوندیم، حالا من بیش از اون که بخوام برای شما توضیح بدم بهتر است که به خود متن کتاب بپردازیم، ببینیم که دنبالی این عاشق شدن شیخ به کجا انجامید. البته سیاق و سبک عطار همونطور که دوستان میدونن همیشه بر این هست که سایر بزرگان ادب ما همینطور در گذشته مثل مولوی، مثل حافظ، مطالبی را در قوالب داستان یا شعرهای کوتاه یا مفصلتر ذکر میکنن برای نتیجه گیری های خیلی مهمتر، که اکثر مطالبی هم که ذکر میشه جنبه های تشبیهی درش خیلی دیده میشه، زیاد به ظاهر داستان مربوط نیست. منتها داستان طوری طراحی شده که هر کسی میتونه ازش نصیبی ببره، مخصوصا اگه توجه بیشتری بکنه و یک عمق بیشتری داشته باشه از نظر ادبی و از نظر ارتباط مطالب. با اجازه شما من این مطلب را ادامه میدم که در گذشته خوندیم و در جلسه گذشته به اینجا رسیده بودیم که خیشتن را اعجمی ساختان نگار گفت ای شیخ از چه گشتی بیقرار. بعد دختر فهمید که این شیخ عاشق اون شده، بعد خودش را یعنی وانمود کرد که نمیدونه و از او به این صورت به صلاح بازخواست کرد، تا اینکه شیخ در جوابش گفت، شیخ گفتش چون زبونم دیده‌ای لاجرم دزدیده دل دزدیده‌ای، دزدیده دل دزدیده‌ای، یعنی در پنهان، یا دلم ده باز یا با من بساز، در نیاز من نگر چندین مناز، از سر ناز و تکبر در گذر، عاشق و پیر و غریبم در نگر، عشق من چون سرسری نیست ای نگار، یا سرم از تن ببر یا سر درار، یعنی یا با من مدارا بکن یا اینکه بله جان فشانم بر تو گر فرماندهی، گر تو خواهی بازم از لب جان دهی، ای لب و زلفت زیان و سود من، روی و کویت مقصد و بهبود من، گه زتاب زلف در تابم مکن، گه زچشم مست در خوابم مکن.
همونطور که دوستان ملاحظه میکنن، شیخ در حینی که این داستان رو میگه قدرت ادبی خودش رو هم نمایان میکنه، از نظر تشبیهات، از نظر انسجام کلمات و از نظر نتیجه گیری ها. و در سایر آثار شیخ هم ما وقتی که در رباعیاتش یا در دیوان اشعارش میخونیم میبینیم که این مثل حافظ که خیلی چیزها میبینیم تکراری هست یا به صورتهای مختلف مجددا ذکر شده، در مورد عطار هم به همین صورت. لاجب به زلف و نمیدارم تاب زلف و لب و از اینطور چیزها خیلی در آثار خود عطار اشعاری اومده، مثل اون شعری که شاید اون دفعه هم خوندم، بی لعل لبت وصف شکر می نتوان کرد، بی عکس رخت فهم قمر می نتوان کرد، چون صدق ستانیست شکر لعل لبت را، وصف لب لعلت به شکر می نتوان کرد. این از تشبیهی خیلی زیبا و خیلی به صلاح جذاب هست. یا در مورد زلف که هم در آثار شیخ دیده میشه زیاد و هم در آثار حافظ و دیگران زیاد آمده، ای زلف تو دام و دان خالت، هر سید که میکنی حلالت، خواهد که بسی بگوید از تو عطار ولی شود ملالت. دل چو آتش دیده چون ابر از تو هم، حالا بقیه چیزی که شیخ داره به این دختر میگه، بی کس و بی یار و بی صبر از تو هم، دل ز دست دیده در ماتم بماند، دیده رویت دید دل در غم بماند، آنچ من از دیده دیدم کس ندید، وانچ من از دل کشیدم کس ندید، از دلم جز خون دل حاصل نماند، خون دل تا کی خورم چون دل نماند، بیش از این بر جان این مسکین مزن، در فتوه او لگد چندین مزن. اینا دیگه باراتیست که احتیاج به توضیح جهان کنم ازش باشه. روزگار من بشد در انتظار، گر بود وصلی بیاید روزگار، هر شبی از جان کمین سازی کنم، بر سر کوی تو جانبازی کنم، روی بر خاک درت جان میدهم، جان به نرخ خاک ارزان میدهم، چند نالم بر درت در باز کن، یک دمم با خیشتن دمساز کن. البته ما در سایر آثار عطار هم مثل مثلا اون کتاب معروف تذکرت الاولیا که راجع به بزرگان به اصطلاح عرفای قبل از خودش بوده که اسم 72 نفر رو گفتیم میبره، و از این 72 نفر فقط یکیش از خانم ها هستن که خیلی برجسته است و اسمش از رابعه و در فصل نهم راجع به رابعه البته ذکر شده. در اونجا هم در شرح حال بعضی از بزرگان مثل مثلا فضیل ابن عیاض که در آثار انبیا ذکر شده مطالبی ذکر میکنه که خیلی شباهت با این توضیحات و با این مسائل داره، که مثلا راجع به اون فضیل ابن عیاض میگه که شرح حالش اول میگه که به چه صورتی بود و چه کاره بود و چی بود و شخص خیلی مثلا معروفی بود، نه از نظر اینکه علم و اینا، شاید از نظرهای دیگه بر صورت. بعد میگه عاشق یک زنی شده بود، بعد نمیدونم بعضی از شبها میرفت در کوی او، چون خانوادهش مثل اینکه راضی نبودن اون زن که با این ارتباط داشته باشه، و به طور مخفیانه نگاه میکرد و رد و بدل داشت، و یک شب همینطور که رفته بود به صلاح که این معشوق خود را ببینه، از اول شب رفت به قدری که به صلاح سرگرم و در واله به صلاح این عشق شده بود، تا جایی که اصلا نمیدونست که زمان به چی صورت میگذره، تا دید نزدیکای صبح شده و بعد برگشت و بعد یک نفری داشت یه آیه از قرآن را میخوند در سحر و او شنید،
الم یعن للذین آمنو ان تخشع قلوبهم به ذکر الله، آیا وقت آن نرسیده است برای مؤمنین که متنبه و متذکر شوند و اون عشق واقعی را، البته مضمون این آیه هست که دنبال بکنن و اینطوری طور، و بعد این از اونجا بیدار شد که اون عشق ظاهری نمیتونه باشه، عشق واقعی اساسی و چه منظور خود عطار داستانهایی رو که میگه و بعد نتیجه گیری هایی که میکنه کاملا مشخصه برای اهل فن که هدف و منظورش در مجموع چی هست. چند نالم بردرد در باز کن، بله یک دمم با خیشتن دمزاز کن، آفتابی از تو دوری چون کنم، سایه‌ام بی تو صبوری چون کنم، گرچه همچون سایه‌ام از استرا در جهم در روزنت چون آفتاب، هفت گردون را درآرم زیر پر گر فرو آری بدین سرگشته سر، میروم با خاک جان سوخته ذاتش جانم جهانی سوخته. البته در شعر عطار و همینطور در مولوی بعضی اصطلاحات هست که خیلی در نوبه خودش بی نظیر هست، مثلا در اینجا که راجع به هفت گردون را در آرم زیر پر، البته جنبه‌های تشبیه و معنوی داره. یه شعری هست در آثار مولوی، عشق را 500 پر است و هر پری از فراز و عرش تا تحت السری. حالا چجوری اینو باید تعبیر کرد و تعبیر کرد، این اصطلاح خودش هست. منظور خیلی چیزهای جالب و زیباست که البته اونا اشاره به خیلی مطالبی هست که مفصله و ما میخواییم به طور مختصر از این قسمت رد بشیم. پای از عشق تو در گل مانده ای، دست از شوق تو بیدل مانده ای، می براید زارزویت جان من جان زمن، چند باشی بیش از این پنهان زمن. دخترش گفت، حالا اینا تا اینجا چیزایی بود که شیخ عنوان کرد، حالا ببینیم دختر در جوابش چی میگه. دخترش گفت، یعنی دختر برو گفت، ای خرف از روزگار ساز کافور و کفن کن، شرم دار. خیلی بهش سرزنش کرد. آره. البته به نظر نمیاد که دختران اینقدر ناقلا باشن، ولی اینجا اینطوری معلوم میشه از این فیتال. آره خواسته این شیخ با این همه امید و آرزو اینا یک دفعه با همچه چیز تندی دیدیم که رو برو شد. خب آخه شیخ قلبش خیلی زیادتر از دیلی کشت. چون دمت سرده است دمسازی مکن، پیر گشتی قصد دلبازی مکن، این زمان عزم کفن کردن تو را بهترم آید که عزم من تو را. کی توانی پادشاهی یافتن چون بسیری نان نخواهی یافتن؟ شیخ گفتش گر بگویی 100,000 من ندارم جز غم عشق تو کار، عشق را چه جوان چه پیرمرد، عشق بر هر دل که زد تأثیر کرد. گفت دختر گر تو هستی مرد کار، 4 کارت کرد باید اختیار. گفت باید 4 تا کار انجام بدی اگر واقعا تو عاشق هستی. حالا ببینیم 4 تا چی هست. سجده کن پیش بت و قرآن بسوز، خمر نوش و دیده از ایمان بدوز. پس این 4 تا رو باید انجام بدی، پیش بت سجده کنی، قرآن رو بسوزونی، خمر بخوری، ایمان رو هم مثلا ولش کنی. شیخ گفتا خمر کردم اختیار، باسه دیگر ندارم هیچ کار. معلوم میشه که شیخ در عینی که عاشق شده فکرش هم زرنگ بوده، یعنی حواسش هم بوده در عین حال، آره یعنی میدونسته که چی باید بگه چی کار باید بکنه. خواسته این که گفته این یکی رو من انجام میدم ولی اونا رو دیگه تو باش کاری نداشته باش. بر جمالت خمر دانم خورد من،
وانسی دیگر ندانم کرد من. گفت دختر گر در این کاری تو چوست، دست باید پاکت از اسلام شست. باید اصلا بکلی از اسلام دست برداری. هر که او هم رنگ یار خیش نیست، عشق او جز رنگ و بویی بیش نیست. برای چه اون شرطشه. البته ما وقتی آثار مولوی رو هم که میخونیم در مثنوی میبینیم که خیلی از داستانهایی رو که ذکر میکنه، اصلا همون اولین داستانی رو که ذکر میکنه، شاه و کنیزک، که خیلی ارتباط داره در واقع میشه گفت با این مطلب، در اونجا هم همینطوره است که خیلی چیزها رو رد و بدل میکنه و اینها، و به طور کلی شرط عشق و عاشقی را اطاعت محض دانستند. حتی یه شعری در مثنوی هست، کفر باید در نکاح، ورنه ننگ آید نماند ارتیاح، که اونم در واقع میشه گفت یک قسم از این است. آره، بر صورت همونطور که ما قول داده بودیم به دوستان، این دو صفحه رو خوندیم، حالا بقیه داستان رو هم موکول میکنیم به اینکه در جلسات بعد خدمت شما اونها رو میخونیم. در قسمت دوم این برنامه اگر دوستان اجازه بدن، اگر مطالبی رو میخواییم که شما اضافه بکنید راجع به این مطلب که ممکن است که الان بفرمایید، ولا ما در مرحله دوم بپردازیم به هفت وادی عطار که یک وادی را خونده بودیم، وادی طلب را. امشب هم انشاءالله اگر بتوانیم مثلا سه تا وادی را بخونیم میشه چهار تا، سه تای دیگه میمونه اونم جلسه بعد، دیگه با این کتاب ما کاری نداریم، بعد وارد رساله هفت وادی میشیم و احتیاجی است که همه دوستان کمک بکنن و نظرات خودشون رو بگن که با کمک هم دیگه بتونیم این مطلب رو پیش ببریم. و در ضمن اگر سوالاتی چیزی پیش بیاد راجع به اونم میتونیم یه مقداری به صورت تکیه بکنیم، مطالبی را دوستان بگن و رد و بدل بشه. من یه سوال دارم پیش شما، این دختر خانم مذهب داشت خودش؟ بله، مسیحی بوده. مسیحی. بله، که ما در اول کتاب خوندیم دختر ترسای روحانی صفت، در ره روح اللهش صد معرفت، که خیلی وارد بوده، که واقعا من خودم بعضی دخترهای مسیحی رو دیدم که چقدر مطلع هستن و چقدر در کتاب به اصطلاح کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل، شد تبحری دارن. خب به خاطر اینکه یا مدرسه رفتن یا مطالعات شخصی داشتن یا هرچی، و اینم یکی از اونها بوده و در ضمن خیلی جوان و زیبا بوده. و علتش هم اینه که در اونجا خوندیم که وقتی که اولین بار برقع از صورت خودش برمی داره، دیگه شیخ دیگه 100% عاشقش میشه، چون که دختر برقع از رخ برگرفت، بند بند شیخ آتش در گرفت. چرا؟ ما در دفعه گذشته از این کتاب منطقه طیر عطار وادی اول رو که وادی طلب بود خواندیم، حال وادی دوم که وادی عشق است که زیاد هم نیست، حدود یک صفحه هست، این رو میخونیم بعد انشاءالله تا ببینیم که وقت چقدر اقتضا میکنه. قبل از اینکه وادی عشق را بخونیم، یک حکایت و تمثیل کوچیکی دو خطه است، این را هم من میخونم شاید چون زیاد نیست. بی خودی میگفت در پیش خدای، که خدا آخر دری بر من گشای. یه نفری بود داشت مناجات میکرد که خدا یا دری بر من باز کن. رابعه آنجا مگر بنشسته بود، گفت ای غافل که این در بسته بود. این در اصلا از اول بسته نبوده که تو روی خودت بستی. این رابعه خیلی کلمات جالبی داره، به همطور که عرض کردم در فصل نهم کتاب به صلاح عطار که راجع به بزرگان اسلامی ذکر میکنه، راجع به رابعه اون مطالب خیلی جالبی رو ذکر میکنه، همون کتاب تذکرة الاولیاء. بیان وادی عشق. بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی کانجا رسید. پس از وادی طلب گذشت و آمد وارد وادی عشق. کس در این وادی به جز آتش مباد، وانک
آتش نیست عیشش خوش مباد، عاشق آن باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود. عاقبت اندیش نبود یک زمان، در کشد خوش خوش بر آتش صد جهان. لحظه ای نه کافری داند نه دین، ذره ای نه شک شناسد نه یقین. نیک و بد در راه او یکسان بود، خود چو عشق آمد نه این و نه این نه آن بود. ای مباهی این سخن آن تو نیست. مباهی یعنی آدم بیگانه، کسی که نااهل مثلا یا همچی چیز. مرتدی تو، این به دندان تو نیست، این در احاطه تو نیست. هرچ دارد پاک در بازد به نقد، و از وصال دوست می نازد به نقد. دیگران را وعده فردا بود، لیک او را نقد هم اینجا بود. تا نسوزد خیش را یک بارگی، کی تواند رست از غم خارگی. تا بریشم در وجود خود نسوخت، در مفرح کی تواند دل فروخت. البته این ممکنه یه چند تا لغاتی مربوط به اصطلاحات اون زمان باشه. بریشم که همون مخفف ابریشم هست، مفرح اینطور که در کتاب میگوین یک معجونی بوده یا یک دوایی بوده که از ترکیب چند تا گیاه با هم دیگه درست میکردن. و من نمیدونم دوستان آیا این اصطلاح رو شنیدن یا در ایران الان هم به طور کلی به اصطلاح متداول هست یا نیست در جاهای فارسی زبان. بر صورت بهش میگفتن مفرح، یعنی شخص را خوب میکنه، دوا و معجونی که اون خوب. و یکی از ترکیباتش مقدار کمی ابریشم بوده، یک دلیلی میگفتن، و ابریشم رو با اون حل میکردن و میخوردن. پس میگه تا ابریشم در وجود خود نسوخت، منظور نسوخت اینه که حل نشد و چیز نشد، در مفرح کی تواند دل فروخت. نمیتونه مورد استفاده مفرح. و هم یعنی منظورش این است که شخص عاشق هم همینطور باید وجود خودش را در وجود معشوق نیست و نابود بکنه. و این به عنوان مثالی اینو ذکر کرده. می تپد پیوسته در سوز و گداز، تا به جای خود رسد ناگاه باز. ماهی از دریا چو بر صحرا فتد، می تپد تا بوک در دریا فتد. عشق اینجا آتش است و عقل دود، عشق کامد در گریزد عقل زود. عقل در سودای عشق استاد نیست، عشق کار عقل مادرزاد نیست. گر ز غیبت دیده ای بخشند راست، یعنی اگر از عالم غیب به تو یک دیده درستی به تو ببخشند. گر ز غیبت دیده ای بخشند راست، اصل عشق اینجا ببینی که از کجاست. هست یک یک برگ از هستی عشق، سر به بر افکنده از مستی عشق. گر تو را آن چشم غیبی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. ور به چشم عقل بکشایی نظر، عشق را هرگز نبینی پا و سر. عشق چیزی نیست که با عقل به اصطلاح مفهوم بشه و مورد دسترسی انسان قرار بگیره. مرد کار افتاده باید عشق را، مردم آزاده باید عشق را. تو نه کار افتاده ای نه عاشقی، مرده ای تو عشق را کی لایقی. زنده دل باید در این ره صد هزار، تا
کند در هر نفس صد جان نثار. این بیت رو ما خیلی باش آشنایی داریم که البته در توصیف عشق و اینکه عشق واقعا به چه صورت است و انسان رو بیاد بعضی از خود رباعیات عطار یا بعضی از رباعیاتی که خود مولوی راجع به عشق گفته واقعا میاندازه، درویشی و عاشقی به هم سلطانی است، گنج است غم عشق ولی پنهانی است. ویران کردم به دست خود خانه دل، چون دانستم که گنج در ویرانی است. حالا با اجازه شما این قسمت را فعلا چند دقیقه تنفس داشته باشیم تا اینکه بپردازیم به قسمت دوم.
دنباله مطلب وادی طلب و عشق را خوندیم، حالا وادی سوم راجع به معرفت هست که این را در خدمت دوستان از همین کتاب منطقه طیر عطار میخوانیم. بعد از آن بنمایدت پیش نظر معرفت را وادی بی پا و سر، هیچ کس نبود که او این جایگاه مختلف گردد ز بسیاری راه، هیچ ره در وی نه هم آن دیگر است، سالک تن سالک جان دیگر است، هیچ ره در وی باز جان و تن ز نقصان و کمال، هست دایم در ترقی و زوال، لاجرم بس ره که پیش آمد پدید، هر یکی بر حد خیش آمد پدید، کی تواند شد در این راه خلیل، عنکبوت مبتلا هم سیر پیل. که این وادی خیلی عظیمه و اشخاص، یعنی هر کسی نمیتونه با همین مجاهدات کوچک و ابتدایی این راه را طی کنه، خیلی استعداد و ظرفیت زیادی میخواد که بتونه در این وادی بره. و در ابیات اولش تقریبا صحبت بر این بود که یه مقداری طرز این که هر کسی این وادی رو طی کنه شاید با هم فرق میکنه. سیر هر کس تا کمال وی بود، قرب هر کس حسب حال وی بود، گر بپرد پشه چندانی که هست، کی کمال سرسرش آید به دست. سرسر آبازی میدونه یعنی تون با پشه، هر چقدر که تون بره کی میتونه اصلا مقابله کنه با اون تون باد عظیم. لاجرم چون مختلف افتاد سیر، هم روش هرگز نیفتد هیچ تیر، معرفت زینجا تفاوت یافته است، این یکی محراب و آن بت یافته است، چون بتابد آفتاب معرفت از سپهر این ره عالی صفت، هر یکی بینا شود بر قدر خیش، باز یابد در حقیقت صدر خیش، سر ذراتش همه روشن شود، گلخن دنیا بر او گلشن شود، مغز بیند از درون نه پوست، او خود نبیند ذره ای جز دوست، او هرچ بیند روی او بیند مدام، ذره ذره کوی او بیند مدام، صد هزار اسرار از زیر نقاب، روز می بنمایدت چون آفتاب، صد هزاران مرد گم گردد مدام، تا یکی اسرار بین گردد تمام. چقدر اشخاص که در این وادی هلاک میشن و نمیتونن به اون مقصد برسن، صدها هزار، و از بین اینها خیلی انگوش شمار و یکی دوتا هستن که میتونن برسن. کاملی باید درو جانی شگرف، تا کند قواسی این بحر ژرف، گرز اسرارت شود زوغی پدید، هر زمانت نو شود شوقی پدید، تشنگی بر کمال اینجا بود، صد هزاران خون حلال اینجا بود، گر بیاری دست تا عرش مجید، دم مزن یک ساعت از حلمن مزید. این ظرفیت شخص طالب انقدر زیاد میشه که همیشه میگه حل من مزید، که من باز هم میخوام، ظرفیت بیشتری داره. خیش را در بحر عرفان غرق کن،
ورنه باری خاک ره برفرق کن. گر نی ای خفت اهل تهنیت، پس چرا خود را نداری تعزیت؟ منظور از اهل تهنیت یعنی واقعا اهل طلب باشی و اون راه را طی بکنی. اگر واقعا همچه جنبشی و همچه کوششی در وجود تو هست، اون را ادامه بده و از اهل تعزیت نباش، یعنی اونایی که راکدن و نمیتونن. گر نداری شادی ای از وصل یار، خیز باری ماتم هجران بدار. گر نمی بینی جمال یار تو، خیز منشین می طلب اسرار تو. گر نمی دانی طلب کن شرم دار، چون خری تا چند باشی بی فسار. البته خیلی رک صحبت میکنه. البته رک گفتن آثار عطار به مراتب کمتر از اون چیزی است که مولوی در آثار خودش ذکر میکنه. مولوی در دفاتر مثنوی، مخصوصا از دفتر چهارم به بعد، داستانهایی را میگه، مطالبی را میگه که بنده هرگز نمیتونم در جمع اونها را بگم، یعنی واقعا شرم میکنم مگر کسی خصوصا بپرسه، یعنی یا لغتی را یا مطلبی را یا شرح داستان دار. اما در این حال اون چه را که گفته واقعا و 100% لازم و ضروری بوده. چرا؟ چون مطالب و مشکلاتی را که ما در جوامع انسانی، در هر دینی، در هر جای دنیا الان باش مواجه هستیم، دقیقا همون نکاتی است که بزرگان ادب و فرهنگ ما اشاره کردن. این نکات، نکات درونی و نکات روانی و روحی است که همیشه بشر باش مواجه بوده. و به خاطر اینه که مولوی خیلی رکویی در این مورد به خرج میده. البته راجع به حمار در خود قرآن و در احادیث و خیلی چیزها هست و خیلی تعبیر و تفسیرها کردن و خود در مثنوی هم داستانهایی هست که البته به موقع با آن برخورد خواهیم کرد. در اینجا وادی معرفت به طور مختصر تمام شد. بعد از این البته هر قسمتی را، هر وادی را که شیخ عطار توضیح میده، بعد چند تا حکایت، الحکایت و تمثیل در ارتباط و راجع به اون وادی ذکر میکنه. مثلا ما چون وقت زیادی نداریم که مطلب رو بررسی کنیم، حالا اگر انشاءالله لازم شد بعد از اون که وارد هفت وادی شدیم با اجازه دوستان لازم بود برمیگردیم و دو مرتبه اینها رو بررسی میکنیم. ما از این حکایت و تمثیل میگذاریم. بیان وادی استغنا. بعد از این وادی استغنا بود، نه درو دعوی و نه معنی بود. می جهد از بی نیازی سرسری، می زند برهم به یک دم کشوری. هفت دریا یک شمر اینجا بود، هفت اخگر یک شرر اینجا بود. هشت جنت نیز اینجا مرده ایست، هفت دوزخ همچو یخ افسرده ایست. این مسئله هشت جنت و هفت دوزخ، اینا اصطلاحات اسلامی هست. علمای و مفسرین اسلامی نشستن و یک مراتب و درجاتی برای بهشت و دوزخ قائل شدن. اون کسی که خیلی آدم بدیه باید بره ته جهنم که حاویه به نظرم نام داره، از صغر شروع میشه بعد میره تاویه آخریشه. و در بهشت هم همینطور، اون کسی که خیلی مؤمن و خوب بوده اونو نمیذارن در اون جای خیلی عالی بهشت بره. اونم بهشت از خلد شروع میشه تا فردوس، هشت رتبه داره. حالا دیگه بسیاری داره که شانس هر کسی چقدر باشه و در کجا اینو بهش اجازه بدن که بری اونجا ساکن بشه. هست موری را همینجا ای عجب، هر نفس صد پی اجری بی سبب. صد هزاران سبز پوش از غم بسوخت، تا که آدم را چراغی برفروخت. سبز پوش منظور فرشتگان هستن.
و اون آدم هم اشاره به داستان من این وادی رو اصلا نه حرف تلفظش هم نمیتونم بکنم. وادی استغنا. استغنا یعنی چی؟ آره استغنا یعنی غنی بودن. بله. بی نیازی. آه آه بی نیازی. یا بی نیازی. فرشتگان مگه سفید نمی‌پوشن چطور سبز پوشیدن الان؟ سید نمی‌پوشن. برای انتخابی دارن و اینجا اشاره به داستان آدم هست که فرشته‌ها آمدند و چقدر زحمت کشیدن حضرت آدم رو بیارند و با چیز بشو داستان مفصلش. صد هزاران جس خالی شد ز رو تا در این حضرت دروگر گشت نو. اشاره به داستان نو و دروگرم که منظور همون حضرت نو نجاری کرد و اون کشتی بزرگ رو ساخت و همه رو حفظ کرد و اینا، که خود اون هم داستانش البته در تورات هست، در کتاب پیدایش اول کتاب تورات هست مفصل ذکر شده، ولی خب خیلی سوالاتی به وجود میاره پیش میاد که الان موضوع بحث ما نیست، حالا بعدها انشاءالله اگر برسیم. صد هزاران تف سر ببریده گشت تا کلیم الله صاحب دیده گشت، صد هزاران خلق در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد، صد هزاران جان و دل تاراج یافت تا محمد یک شبی معراج یافت. البته میگه که اون شبی که حضرت محمد به معراج میگن رفته، مثل اینکه میگن سه روز طول کشیده، یه روز بره یه روز بیاد یه روز هم اونجا باشه، و با یه اسبی سوار شده که اسم اون اسب است براق با قاف، آره براق، با این اسب براق حالا جوچه مشخصاتی بوده اینا سوار شده رفته اونجا پیش خدا. و این همینطوری که اینجا اشاره میکنه به خداوند خیلی نزدیک شده ولی کاملا در حضورش نبوده. در قرآن هست به اندازه قاب قوسین او ادنا، آره به اندازه مثلا فاصله یه تیر کمان، که شما یه تیری را با تیر کمان که میزنید با نیزه اون اسبه چی کار کرده بوده که چی؟ میشه خدا. آره باشه این داستان مفصله، حالا بعدا میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. قدر نه نو دارد اینجا نه کهن، خواه اینجا هیچ کن خواهی مکن. بعد میگه گردد این دریا هزاران جان فتاد، شبنمی در بحر بی پایان فتاد، گر فرو شد صد هزاران سر به خواب، ذره ای با سایه ای شد ز آفتاب. حالا یه داره نشون میده در وادی استغنا، به نظر منظورش استغنا الهی هست، درگاه خداونده که مستغنیه و هر تحولاتی بشه اگر این افلاک از بین بره و زیر زمان هم همه زیر زبر بشه در دستگاه الهی اصلا هیچ تأثیری نداره، مثل اینکه یه برگ از درخت افتاده یا مثل اینکه حالا توضیح میده به چه صورت. گر بریخت افلاک و انجم لخت لخت، در جهان کم گیر برگی از درخت. لخت لخت نیه تیکه تیکه، میگه تمام این افلاک ستاره و ماه و زمین و همه اینا تیک پاره بشه و منهدم بشه و از بین بره، اصلا مثل اینکه یه برگی از درخت افتاده باشه در درگاه الهی اینقدر بی اثره. البته باید اینو گفت این تشبیهی هست و شاید بتونیم در مقامی بگیم اشاره به مطالب قرآنی است، مثلا اون آیه قرآن اذا دکت الارض دکن دکا جا ربک والملک صفن صفا. آره در قرآن میگه که وقتی که علامت قیامت اینه که فرشته ها میاند و فرستاده خدا میاد، اینه وقتی که زمین کاملا خرد و متلاشی شد، دکت الارض دکت دکت، اون موقع هست که نماینده خدا و فرشتگان آسمان صف صف همه میآیند اینجا. حالا این سوال پیش میاد، دو تا سوال این پیش میاد، دو تا سوال مهم، و اون اینه که اگر ما اینو به ظاهر فرض بکنیم جور در نمیاد، معقول هم نیست، به خاطر اینکه اگر قرار باشه زمین کاملا اصلا پاشیده بشه و از بین بره، دیگه کسی وجود نداره، همه موجودات از بین میرن، دیگه کسی وجود نداره که فرشته ها بیان یا خدا بیان چیکار کنن مگر که بیان فاتحه مردگان را بخوانند. کجا بیان و در کجا بمانن؟ این سوال اول. سوال دوم این است که در قرآن ذکر شده است که وقتی خداوند فرشته ای را به زمین میفرسته،
اون فرشته را به به لباس بشری ملبس میکنه. بنابراین باز جایی برای فرشتگان هم نخواهد بود که بتونن بمونن یا دوام بیارن یا هرچی. پس معلوم میشه که تمام منظور از اینها که از بین میره و خورد میشه اینها، بله، جنبه های تشبیهی داره و به خاطر همین هست که بزرگان فرهنگ و ادب ما به این مطلب پی بردند. شاید خیلی ها در طول تاریخ به این مطلب پی نبردند، ولی اونها پی بردند. مثل اون شعر حافظ که من اون شبم در اون مجمع حافظ عرض کردم، که اون شعری را که حافظ میگه که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، که در واقع اشاره به این طور آیات هست که در قرآن ذکر میشه که خداوند در روز قیامت با دست خودش دست میکنه به آسمان، این آسمانی موجود که کهنه شده اینو میکنه، میندازه کنار و به جاش یک آسمان نو و قشنگ و زیبایی را ایجاد میکنه، که در ارتباط با این مطلب و مطالب دیگه میتونیم بگیم که به این صورت است. یا یه مطلب دیگری در قرآن در سوره قیامت هست، یسألو ایان یوم القیامه فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان این المفر. این نص قرآن هست در سوره قیامت. میگه علامت قیامت اینه که روزی میاد که به طور خلاصه خسوف واقع میشه. خب اگر قرار باشه که خسوف از نظر عربی و لغت عربی، خسوف موقعی واقع میشه که زمین در وسطه و ماه و خورشید در یک طرف هست. در این آیه میگه که هم خسوف واقع میشه و هم آفتاب و ماه پلوی هم جمع میشن، که این امکان نداره، چون که خسوف واقع بشه زمین در وسطه، نمیگذاره که این دو تا با هم جمع بشه. پس این دچار تضاد میشه و این آیه یک معنی دیگری داره که خیلی مهم هست، که البته در ارتباط با تفاسیر اسلامی که منظور از قمر یعنی قمر ولایت و منظور از شمس یعنی شمس نبوت و منظور از تجمع این دو اسم یعنی جمع اسم نبوت و ولایت به اون صورت بگیریم، که خیلی تعبیر زیبا داره و در ارتباط با سایر آیات که البته مفصل ما الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، به طور کلی فقط خواستم عرض بکنم خیلی آیاتی هست که نمیشه اینها رو به صورت ظاهری تعبیر و تفسیر کرد. یا مثلا در قرآن هست که النجم و شجر یسجدان، درخت و ستاره برای خداوند سجده میکنن. خب چجوری سجده میکنن؟ درخت چجوری سجده میکنه یا ستاره چجوری سجده میکنه؟ اینا یک معنی و یک مفاهیم و اشارات دیگری داره که در خود قرآن در سومین سوره به طور کلی ذکر میکنه، که تمام این مطالبی که ما میگیم دو دسته میشه، یه سری معنی ظاهری داره هرچی که هست همونه، یه سری دیگه معنی تشبیهی داره و ما باید ببینیم که کدوم تشبیهی است و کدوم نیست. گر دو عالم شد همه یک بار نیست، در زمین ریگی همان انگار نیست. مثل اینکه اصلا ریگی فقط نباشه، انقدر در دستگاه الهی چیز هست، بی اهمیت هست. گر نماند از دیو و از مردم اثر، از سر یک قطره باران در گذر. گر بریخ این جمله تنها به خاک، موی حیوانی اگر نبود چه باک. گر شد اینجا جزو و کل کلی تباه، کم شد از روی زمین یک برگ کاه. گر به یک ره گشت این نه تشت گم، قطره ای در هشت دریا گشت گم. نه تشت که منظور همه اشاره نه فلک منظومه شمسی باشه، اگر به یک بارگی همه اینا از بین بره، باز در درگاه عظیم الهی مثل میمونه که یک قطره در یک هشت دریای وسیع افتاده باشد. آره، البته در ارتباط با اون مطلب تشبیهی خیلی حالا مفصل هست و دوستان حالا اگه میخوان مطالب رو اضافه بکنن، در انجیل خیلی مطالبی هست، در جاهدی خیلی مطالب دیگر هست و ما این وادی استغنا رو هم خواندیم. حالا اگر دوستان میخوان مطلبی را به این اضافه بکنن، یا اگر سوالاتی از این مطلب ناشی شده است، یا اگر میخواهید که ما مضمونش را هم دیگه به انگلیسی لازم نیست ما بگیم، نه دیگه.